حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ 610 میلادی در شهر مکه از سوی خداوند به عنوان آخرین پیامبر برگزیده شدند. قرآن کریم بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید و بدین سان صفحه نوین از حکمت الهی در برابر یکتاپرستان گشوده شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در طول سالهای انجام رسالت خود با تکیه بر آیات قرآن مردم، سران قبائل و حکومت‌های قدرتمند جهان را به اسلام دعوت کرد. طولی نکشید که پرچم تعالیم اسلام مبتنی بر توحید، عدالت و کرامت انسان برافراشته شد و ستون‌های خودکامگی، جهل و بت‌پرستی به لرزه درآمد. 30 سال پس از رحلت پیامبر اسلام، معاویه در پی زمامداری 5 سالی علی علیه السلام بر مسند خلافت تکیه زد. او که 20 سال بر سرزمین‌های اسلامی حکومت کرد، وعده داده بود که از علی علیه السلام جز به نیکی یاد نشود، مردم در همه جا در امان باشند و از قرآن و سنت پیامبر پیروی گردند. ولی معاویه به وعده‌هایش عمل نکرد و در پایان عمر پسرش یزید را به عنوان جانشین خود برگزید و خلافت را به حکومت موروثی تبدیل کرد. خلافت یزید باعث تفرقه در امت اسلامی گردید. مسلمانان یا باید با او بیعت می کردند و یا با شمشیر مواجه می شدند. پس از مرگ معاویه، در شرایطی که یزید در اوج اقتدار بر نیمی از جهان تسلط داشت، مردی از تبار پیامبر به وجدان خفته پیروان اسلام نهیب زد و سازش با خلافت یزید را به مثابه انکار احکام قرآن و تعالیم پیامبر دانست. او حسین علیه السلام، فرزند علی علیه السلام و نوه پیامبر اسلام بود که گفت: کسی مانند من هرگز با کسی چون یزید بیعت نخواهد کرد.